سلام و ارادت خدمت شما دوستان عزیزم، به یک ویدیو دیگه از آموزش مکالمه زبان انگلیسی در مدت 21 روز خیلی خوش اومدید، جایی که ما قرار هست در 21 ویدیو شما عزیزان رو در موقعیت‌های مختلف مکالمه قرار بدیم و تو اون موقعیت‌ها جملاتی که میتونه اتفاق بیفته، مکالمه‌هایی که میتونه اتفاق بیفته رو تقدیم شما رفقای عزیز بکنیم. این چهارمین قسمت هستش که تقدیم شما میشه و این قسمت اختصاص به مکالماتی داره که تو فرودگاه اتفاق میفته و میبینید که من عکس خودم رو هم اینجا در قالب یک ارزم به حضورتون خلبان براتون گذاشتم که ببینید. بریم بچه‌ها اولین جمله رو با هم دیگه داشته باشیم. Airport میشه چی؟ میشه فرودگاه. کلمه رو با هم دیگه دیدیم. Our flight arrived at London Airport over 2 hours late. یه نکته بچه‌ها بگم قبل از اینکه ترجمه این جمله رو بهتون بگم، اون اینکه بچه‌ها ما تو موقعیت مختلف صحبت میکنیم دیگه، راجع به اینکه قبل از اینکه به فرودگاه برسید، داخل فرودگاه که میایید، بارتون رو میخواید تحویل بدید، بارتون رو میخواید تحویل بگیرید، در مورد گیت میخواید بپرسید، موقعیت‌های مختلف هست که حالا بنا به اون موقعیت‌ها در واقع ویدیو هم به اون قسمت‌ها تقسیم شده. تقریبا فکر می‌کنم هولوش 200 اسلاید تو این ویدیو براتون آماده کردم تقدیم خواهم کرد، بیش از 200 سلایده. دوباره بخونم بچه این جمله رو. میگه Our flight arrived at London Airport over 2 hours late. یعنی چی؟ داره میگه که پرواز ما با 2 ساعت تأخیر وارد فرودگاه لندن شد. بعدی رو با هم ببینیم. Airside بچه معنیش چی میشه؟ ارسال بچه به اون محدوده ای از فرودگاه میگن که تحت نظارت قانونی مقامات امنیتی و دولتیه و فقط مسافران و افراد خاص اجازه ورود به اونجا رو دارن. اینو اصطلاحا بهش میگن چی؟ ارسال. پس اگر یه موقع رفتی تو فرودگاه، رفتید یه جایی و اومد یکی یه خطا گرفت که آقا اینجا ارسایده، قشنگ بدون معنیش میشه، یعنی آقا اینجا آدمای خاص در واقع میتونن بیان اینجا. There are 4 airside terminal buildings. There are 4 airside terminal buildings. یعنی چی بچه‌ها؟ داره میگه 4 ساختمان پایانه محدوده تحت کنترل وجود داره. خیلی یه مقدار جملهش پیچیده است، اما معنیش اینه که 4 تا ساختمان داریم تو این پایانه که تحت کنترل افراد قانونیه. بریم بچه بعدی رو با هم دیگه ببینیم. یه نکته بچه میخواستم باز خدمتتون عرض کنم، حتما برای حمایت از ما لایک و شیر و کامنت لطفاً فراموش نشه. ایپرن معنیش چی میشه رفقا؟ میشه، حالا باز این ایپرن و آپرون هم میگن تو فارسی، پارکینگ هواپیما رو بهش میگن بچه. ایپرن یا فارسی شما میشنوید بعضی وقتا میگن آپرون، هم حالا رفقای فارسی زبان میگن معمولا. He said the extended airport apron was big enough to handle 5 Boeing 737s at any one time. دوباره براتون بخونم. He said the extended airport apron was big enough. ببینید از تقریبا میتونید متوجه بشید که چی داره میگه دیگه. هان داره میگه که آقا این ساختمان فرودگاه انقدر بزرگ بود که 5 تا هواپیمای بوئینگ 737 به راحتی تو اون چی میشدن جا میشدن. داره میگه اون آپرون یا اون حالا پارکینگ فرودگاه انقدر بزرگ هستش که 5 تا هواپیمای بوئینگ به راحتی میتونه چی داخلش قرار بگیره و این خب خیلی نشون میده که فوق العاده است، چون میدونی بوئینگ 777 جز اون هواپیماهای خیلی بزرگه. arrivals معنیش چی میشه؟ میشه سالن ورودی، یا بچه ها اصطلاحا به اون رسیدن میگن arrival، وقتی که در واقع حالا میخوایم برسیم به یه جایی. arrivals سالن ورودی یا سالن جایی که حالا میرسیم. Your airport arrival transfer is still included. Your airport arrival transfer is still included. یعنی چی بچه ها؟ یعنی ترانسفر ورود شما به فرودگاه همچنان لحاظ شده. حالا ما سعی کردیم خیلی فارسی در واقع سلیس و روان ترجمه کنیم، اما معنیش اینه که آقا شما ترانسفری هم که داری، اون ترانسفر هم جزء اون حالا به قول معروف قیمت بلیتی هست که شما خریدی و شامل اون هم در واقع چی میشه. بعدی رو ببینیم. baggage reclaim baggage
reclaim یعنی چی بچه‌ها؟ یعنی این محل دریافت بار. تو فارسی خودمون چی میگیم؟ میگیم تسمه نقاله. خان میگیم آقا کجا بود؟ مثلا تو فرودگاه زنگ میزنم این طرف میگه کجا، میگه آقا من رفتم تسمه نقاله. یعنی چی؟ یعنی رفتم بارمو تحویل بگیرم. دوباره ببینیم با هم دیگه، بگج، بگج میشه حالا اون باری که ما داریم یا اون ارزم به حضور شما مثلا چمدون هایی که داریم. reclaim یعنی محل دریافتش. بریم. passengers would be reunited with their devices at baggage reclaim on arrival. خب رفقای عزیزم، باز یه نکته من بگم، بعضیا تو کامنت ها می نویسن آقا چرا انقدر آروم تلفظ میکنی یا چرا انقدر تلفظای تو انقدر مثلا اغراق‌آمیز؟ دلیلش اینه که من اینجا آموزش دارم میدم دیگه. من که با یه فرد انگلیسی زبان صحبت نمی‌کنم و دوستایی هم که دو جای ما هستن از همه سطحی هستن، هم سطح پایه داریم، هم سطح مثلا یه مقدار متوسط داریم، بالاتر داریم. یه جوری من باید به قول معروف منیج کنم که همه تو این رنج بتونن استفاده کنن. passengers would be reunited with their devices at baggage reclaim on arrival. خب به این سرعت هم در واقع میشه خونم و آروم آروم میگم که تلفظ کلمات رو هم شما یاد بگیرید. مسافران به محض ورود باید مجدد وسایل خودشون رو جمع کنن و در واقع با هم یه جا جمع بشن و دور هم دیگه چی؟ جمع بشن. اداره میگه چی؟ would be reunited with their devices baggage reclaim on arrival. داره میگه مسافرا وقتی که دروازه‌شون رو دریافت کردن دوباره دور هم دیگه باید جمع بشن. check in رفقای گلم، check in رو اگه یادتون باشه توی همین سری از آموزش ها توی بحث هتل هم داشتیم، اگه اون رفقایی که دنبال کرده باشن یادشونه. check in بچه اینجا میشه پذیرش فرودگاه. تو هتل که وقتی شما راجع به check in صحبت میکنی یعنی اون جایی که در واقع میری به قول معروف اعلام میکنی که به هتل من رسیدم و من میخوام به قول معروف اتاقمو تحویل بگیرم. منتها check in اینجا چی میشه؟ میشه پذیرش فرودگاه. I'll see you at the check in. تو رو تو پذیرش فرودگاه میبینمت. بعدیش چی میشه؟ check in desk میز یا محل پذیرش فرودگاه. make a left to reach the check-in desk. make a left to reach the check-in desk. داره میگه که بپیچ به سمت چپ تا به محل پذیرش فرودگاه برسی. departures معنیش چی میشه؟ میشه محل پرواز. all platforms are signaled for arrivals and departures in either direction. all platforms are signaled for arrivals and departures in either directions. خب رفقای گلم، یک نکته رو اینجا قبل اینکه معنی کلمات رو حالا این جمله رو با هم دیگه ببینیم براتون توضیح بدم، اینم میتونه جذاب باشه براتون. ببینید ما وقتی که در واقع میایم به سمت فرودگاه دو تا حالت داره. خب مثلا شما فرض کنید سوار ماشین شدید میخواد به سمت فرودگاه برید، یا شما یه نفر رو دارید میبرید برسونی فرودگاه پیادهش بکنید که این سوار هواپیما بشه بره، یا اینکه نه یه نفر از سوار هواپیما بوده پیاده شده، حالا شما رفتی که این کسی که پیاده شده رو یه دسته گل هم خریدی شو خلاصه بری برش دادی، و که اصلا این اصطلاح برداشتن میگن پیکاپ کردن. خب شما میخوای بری پیکاپش کنی که بعد ببری برسونی به خونه‌اش. حالا ببینید بچه، اونجایی که کسی رو میبرید پیاده بکنید که این بنده خدا سوار هواپیما بشه، خلاصه یه کاسه آب هم میریزید پشتش که بره، اونجا رو اصطلاحا بهش میگیم دیپارچر. خب دیپارچر، شما تو جاده‌ای هم که به سمت فرودگاه میرید معمولا اینا دو بخش میشه. دیپارچر یه جا چی میشه؟ میشه arrivals. یعنی چی؟ یعنی کسایی که اومدن. حالا یه نفر که میاد میخوای بری پیکاپش بکنی که ببری برسونی خونهشون چی میشه؟ میشه arrivals. پس دیپارچر arrival الان اینجا کامل براتون توضیح دادم. حالا چی میگه؟ میگه همه پلتفرم ها برای ورود و خروج ده هر یک از مسیرها علامت گذاری شدن. این معناش اینه که الان خدمتتون توضیح دادم. departure lounge چی میشه؟ میشه سالن پرواز یا سالن حرکت. The departure lounge has access to the wireless internet. The departure lounge has access to the wireless internet. یعنی چی؟ داره میگه سالن پرواز به اینترنت بی سیم دسترسی داره، یعنی وای فای شما روشن میکنی رو خلاصه اینترنت استفاده میکنی. gate همون بچه معنی gate میشه. یعنی gate معنی فارسیش اگه بخوایم بگیم مثلا دروازه یا ورودی یه چیزی تو این مایه هاست، منتها تو فارسی هم دیگه واقعا خودمون میگیم gate. Can you show me the way to gate
C2 please. میشه شما مسیر رفتن به گیت سیتی رو به من نشون بدید؟ Can you show me the way to gate C2 please? Can you show me the way to gate C2 please? لطفاً مسیر گیت سیتی رو به من نشون میدی؟ بریم جمله بعدی. Runway. Runway معنیش میشه بچه‌ها میشه باند فرودگاه. جمله رو ببینیم با هم دیگه. Our plane has lifted off the runway and is now airborne. Our plane has lifted off the runway and is now airborne. یعنی چی بچه ها؟ یعنی که هواپیمای ما از باند دیگه الان خارج شده و پرواز کرده. ما الان توی هوا هستیم. Terminal که حالا دیگه خیلی مشخصه، پایانه. The airport terminals have been operated by TAV Airport since January 2000. خیلی معنیش به کارکنان مشخصه، داره میگه پایانه های فرودگاه ژانویه 2000 توسط این کمپانی TAV راه اندازی شدن و دارن کارشون رو انجام میدن. کلمه بعدی چی میشه بچه ها؟ میشه ترانزیت لاونج. ترانزیت لاونج یعنی چی بچه ها؟ یعنی سالن ترانزیت. رفقای گلم، یک حالا توضیح اینجا روش کلمه ترانزیت به شما رفقا بدن. ببینید بچه ها، تو وقتی که شما در واقع میخواید بلیت بخرید، بلیت هواپیما بخرید، مثلا شما تصور کنید میخواید تشریف بیارید استرالیا، خب پیش من با هم دیگه گپ بزنیم. چه اتفاقی میفته؟ شما از ایران که سوار میشید یا حالا جای مختلف، این هواپیمای شما اول تو قطر، مثلا با هواپیمای حالا امارات یا قطر اگه بیاید، اول تو قطر میشینه یا تو امارات میشینه، بعد از اونجا میاد چی؟ بعد هواپیماتون رو عوض بکنید. خب هواپیماتون رو که عوض کردید، از اونجا مثلا یه هواپیما دیگه سوار میشید و میاید کجا؟ میاید تو مثلا استرالیا. این اتفاق که از یه هواپیما تو یه فرودگاهی خب پیاده بشی و بری سوار یه جای دیگه را بشی، اصطلاحا بهش میگن ترانزیت. اینو یادتون باشه. تو بلیط هم که میخوای بخری سوال میکنی چی؟ میگه آقا ترانزیتش چقدره؟ مثلا میگه آقا ترانزیتش 2 ساعته. یعنی چی؟ یعنی از هواپیمای مثلا فرودگاه ماخومانی که بلند شدی، هواپیما مثلا کیش یا هر چیزی، پیاده شدی توی فرودگاه امارات، میگه خب مثلا ترانزیتش 2 ساعته، 3 ساعته، 3 ساعت بعد اونجا صبر بکنی توی خود مثلا فرودگاه دبی، از دبی سوار شی بیای. به اینم اصطلاح میگه ترانزیت. ترانزیت لانج میشه چی؟ میشه سالن ترانزیت. حالا چی؟ Neither left the airport transit lounge. داره میگه که هیچ کس از سالن ترانزیت فرودگاه خارج نشد. هیچ کس از سالن ترانزیت فرودگاه خارج نشد. Can I see your passport؟ خب ببینید بچه‌ها، حالا اینجا الان دیگه وارد بخش بعدی ویدیو شدیم. الان شما دیگه رسیدی به اون بخشی که اومدی حالا به رسیدی به فرودگاه و میخوای بری یواش یواش بری سوار هواپیما بشی. Can I see your passport؟ میتونم گذرنامه شما رو ببینم. Would you like an aisle seat or window seat؟ Would you like an aisle seat or window seat؟ خب اینجا الان چه اتفاقی داره میفته؟ الان دیگه حالا اومدی پاسپورتت هم چک کرده، ازت میخواد بپرسه که کجا رو دوست داری. بچه aisle رو معنیش رو میدونی دیگه، راه رو. میگه صندلی کنار راه رو میخوای یا کنار پنجره؟ aisle seat or window seat، کدوم رو دوست داری؟ How many bags do you have to check in؟ How many bags do you have to check in؟ الان دیگه حالا در واقع کیفات هم میخوای تحویل بدی دیگه. میگه داره میگه چند تا کیف برای پذیرش تحویل دارید. شما الان جلوی باجه وایستادی، کیفات یا اون ساکا یا چمدونی که دونه دونه باید بذاری بالا، وزن میکنه و بعد تحویل میدی شما. Do you have any hand luggage؟ Do you have any hand luggage؟ بچه hand luggage یعنی کیف دستی که شما میتونید با خودتون داخل هواپیما برید. ساک دستی داره میگه دارید. Thank you for flying East West Airlines. Thank you for flying East West Airlines. دیگه حالا به قول معروف از اونجا باراتو تحویل گرفته، رد شده، داره ازت تشکر میکنه. میگه از شما برای پرواز با خود هوای ایست وست متشکریم. یا اینو کجا شما میشنوید؟ نشستی تو هواپیما، از شما تشکر میکنه. I had a good trip. Thanks for your help. I had a good trip. Thanks for your help. شما به مهماندار هواپیما میاد مثلا چی میگی؟ میگی آقا من سفر خیلی خوبی داشتم، از کمک شما سپاسگزارم. It was our pleasure and we hope to see you again. حالا سوار هواپیما شدی، مهماندار داره چی میگی به شما؟ میگه It was our pleasure، باعث خوشحالی خوشبختی ما بود، and we hope to see you again، و امیدوارم که شما رو دوباره ببینیم. Please proceed to gate number 8.
please proceed to gate number 8. یعنی لطفاً به طرف گیت شماره 8 بروید. بعدیش میشه میگه please do not leave any bags unattended. Please do not leave any bags unattended. لطفاً کیف های خودتون رو بدون مراقبت رها نکنید. اون unattended بچه ها میشه بدون مراقبت رها کردن. Flight KM106 is now boarding. خب ببینید بچه ها توی حالا سوار شدن هواپیما، ببخشید من این توضیحات رو میدم، شاید خیلی از شما سفرهای خارجی رفته باشید، بعضی از دوستان سفرهای خارجی نرفتن، وقتی میگیم بوردینگ شاید ندونن ما در چی داریم صحبت میکنیم. من یه توضیح خیلی مختصر بدم. ببینید رفقا، شما وقتی که میخواید سوار هواپیما بشید از گیت و اینا رد میشید، خب بعد میرید تو سالن منتظر میشینی، منتها همچنان سواره در واقع هواپیما نمیتونی بری بشینی. بوردینگ کجا اتفاق میفته؟ از اونجایی که دیگه شما میتونی، یعنی اون راهرو رو درشو باز میکنن و شما میتونی بری دیگه سواره هواپیما بشی، این فرایند رو اصطلاحا بهش میگن بوردینگ. توجه میکنی؟ داره میگه پرواز KM106 همکنون آماده سوار کردن مسافران است. این فرایند پس چی میشه؟ میشه بوردینگ. Flight KM3 has been delayed. Flight KM106 has been delayed. یعنی شما نشستی حالا توی اون سالن منتظری، میگه آقا چرا هواپیما نیومد؟ پس میگه که آقا این پرواز KM106 چیه؟ تأخیر داره، یعنی با تأخیر مسافر رو سوار خواهد کرد. Flight KM106 has been cancelled. ولی این بدترین اتفاقی تو فرودگاه میتونه برای شما بیفته که چی؟ پرواز KM106 کلا لغو شده. حالا باید بری یا بلیط جایگزین بگیری و مصیبت تازه از اینجا شروع میشه. Would passenger Tom Smith please come to the information desk. خب بعضی وقتا هست شما یه چیزی رو جا میذاری، یه کیفیو یا چی، مثلا مشغول مثلا کار خودت هستی، حواست نیست که آقا باید بیای چیز کنی، اونجا پیج میکنن شما رو. چی میگه؟ میگه would passenger Tom Smith، میگه ممکنه مسافر آقای تام اسمیت come to the information desk، بیاد به میز باجه اطلاعات یا اون میز اطلاعات که ما داریم بیاد. This is the final call for flight BA204 to New York. This is the final call for flight BA204 to New York. یعنی چی بچه ها؟ خب فرایند بوردینگ که شروع میشه اینجوری نیست که مثلا 2 ساعت طول بدن، نه، فرایند بوردینگ یعنی موقعی که دارن مسافر سوار میکنن مثلا ممکنه 1 و 20 دقیقه، نیم ساعت طول بکشه. خب حالا چی میگه؟ میگه آقا تو این زمان وقتی که اون آخرشه، اینو دیگه اعلام میکنه خانم پشت میکروفون تو فرودگاه، میگه this is the final call، یعنی این آخرین فرصته برای کسایی که میخوان این پرواز BA204 رو بگیرن که به مقصد نیویورک داره حرکت میکنه. این آخرین اعلان برای پرواز BA204 به مقصد نیویورک هست. یعنی آقا اگر هرج و مرج کردی بودو بیا سوار شو که داریم درو میبندیم، میخوایم بریم. Is anybody traveling with you today? اینو کجا میشنوید؟ معمولا وقتی که میخوای از گیت رد بشی این سوال ازت میکنن که آقا مثلا تنها داری سفر میکنی یا کسی هم با تو همسفر هست. Is anybody else traveling with you؟ این جمله رو ممکنه بهتون بگیرن که های شخص دیگه همسفر شما هست. Are just you two traveling today؟ فقط شما دو نفر هستید که دارید میرید سفر؟ بچه این سواله که در واقع ممکن است موقعی که میخواید از گیت رد بشید از شما بپرسن. Did someone you do not know ask you to take something on the plane with you? بچه خیلی به نظر من موضوع جالبیه. یه بار دیگه بخونم براتون. Did someone you do not know؟ یه آیا کسی که شما نمیشناسیدش ask you از شما خواست to take something on the plane with you که یه چیزی رو با خودتون ببرید داخل هواپیما؟ در میگه شخصی که ناشناسی از شما دیگه همچی رو خواسته. بعضی وقتا از این کارها اتفاق میفته، مخصوصا بعضا ایرانی های عزیز که حالا ما برخورد داشتیم، مثلا بارش اضافه است، میگه آقا اگه زحمت نیست اینم به خودت بگی ببر، که قطعا شما نباید این کارو بکنید، تو نمیدونید داخل چیه. Did you have possession of your luggage since you packed? Did you have possession of your luggage since you packed? میگه آیا زمانی که چمدانتون رو بستید در اختیار خودتونه؟ خب ببینید بچه‌ها، این سوالات زمانی هست شما در واقع میپرسن که یه چیزی مشکوکی تو چمدون شما پیدا کرده باشن، در جریان باشید. Did you leave your luggage unattended in the airport? Did you leave your luggage unattended in the airport? یعنی چمدون خودتون رو بدون مراقبت تو فرودگاه رها کردین؟
Are you carrying any weapons or firearms? Are you carrying any weapons or firearm? این دیگه اون جایی که حالا میپرسن ازتون دیگه. میگه آیا یه سلاح گرمه با خودتون حمل میکنید یا نه. Are you carrying any flammable material? ببینید بچه ها، خب وقتی که شما سوار هواپیما میخواید بشید، یه سری وسایل میدونید دیگه، ورودش به خود هواپیما ممنوع، اصلا اجازه هم ندارید داخل ساکتون بذارید. flammable میشه چی؟ میشه قابل اشتعال. میگه آیا مواد قابل اشتعال حمل میکنید؟ Do you have any perishable food items? Perishable food items. بچه perishable خیلی perish اساسا خیلی عبارت جذابیه. یه اصطلاحی هم تو انگلیسی میگه که publish or perish. publish یعنی منتشر کردن، perish یعنی نابود شدن، یعنی که منتشر کن یا نابود شو. perishable یعنی قابل خراب شدن. داره میگه که آیا مواد غذایی فاسد شدنی دارید؟ How many pieces of luggage are you checking in? How many pieces of luggage are you checking in? خب فرآیند چکین رو توضیح دادیم دیگه. داره میگه چند تا چمدون برای پذیرش تحویل میدید. Do you have a carry-on bag? Do you have a carry-on bag? Carry-on bag بچه چی میشه؟ این ساک دستی میشه که با خودتون میتونید ببرید داخل هواپیما. آیا کیفی دارید که با خودتون بخواید داخل هواپیما ببرید؟ Can you place your bag up here? Can you place bag up your bag up here? میشه کیفتو بذاری این بالا قرار بدید. How many carry-on bags are you taking with you? How many carry-on bags are you taking with you? داره میگه چند تا کیف دستی میخوای با خودت ببری داخل هواپیما. Do you prefer window or aisle? Do you prefer window or aisle? بچه این دوباره برمیگردیم به همون داستانی که میخوای وارد بشی دیگه. داره میگه که صندلی کنار پنجره رو دوست داری یا راه رو رو. این که داره میگه که do you prefer window، منظورش نیست که پنجره دوست داری یا آیل. اینجا میگن چی میگن؟ میگن کلمه صندلی رو بنابه یه اصطلاحی داریم تو فارسی، میگه بنابه قرینه معنایی حذف شده، یه همچین چیزی داریم. میگه صندلی کنار پنجره میخوای، یه صندلی که حالا کنار راه رو باشه ترجیح میدیم. We do not have any aisle seats remaining. We do not have any aisle seats remaining. هیچ صندلی راه رو چی؟ خالی نمونده، باقی نمونده. Is a window seat okay with you or would you prefer a middle seat؟ ببینید رفقا، خب تو هواپیما که شما میشینید میدونید دیگه، ردیفای صندلی معمولا ستایی و چهارتاییه. خب اون بخش اکانومی رو میگیم دیگه، بخشی که عموم مردم میشینن. اونایی که حالا فرست کلاس میشینن، خب صندلیاشون بزرگتر و بهتره. حالا صندلی کنار پنجره باشه بهش میگن ویندو سیت، بقیه صندلیا میشه میدل سیت و حالا به قول معروف آیل سیت بهش میگن. میگه با صندلی کنار پنجره موافقید یا صندلی وسط رو ترجیح میدی؟ بعضیا چون از هواپیما میترسن بچه‌ها، معمولا دوست ندارن، یا فوبیای هواپیما دارن، کنار پنجره دوست ندارن بشینن. Do you have a seat next to the emergency exit? Do you have a seat next to emergency exit? حالا بعضی هم چی دوست دارن که نزدیک این درب خروجی اورژانسی بشینن که اگه اتفاقی افتاد سریع بتونن بپرن بیرون. صندلی کنار خروجی استری دارید؟ یه چیزی هم بگم بچه‌ها، صندلی کنار خروجی استری معمولا طرفدارش زیاده، به خاطر اینکه جلوش بازه و شما پاتون میتونید به راحتی دراز بکنید و یه عالم فضا داری و خلاصه کلی کیف میکنه دیگه اونایی که میگیرن این صندلی رو. Can I have a seat closest to the emergency exit؟ حالا این دیگه چیزی که واقعا میترسه دیگه. Can I have a seat closest to the emergency exit؟ میتونم نزدیکترین صندلی به خروجی استری رو داشته باشم؟ All the seats next to the exit have been taken. All the seats next to the exit have been taken. داره میگه تمام صندلی های کنار خروج استری چی شده؟ رزرو شده. I have a seat directly in front of it. I have a seat directly in front of it. داره میگه من یه صندلی دقیقاً جلوی اون دارم. Would you like that one? Would you like that one? ببینید بچه‌ها، این حالا یک چند جمله پشت سر هم بوده، من اینو تیکه تیکه کردم که برای شما قابل فهم تر باشه. میگه اونو میخواید. Here are your tickets. بفرمایید اینم بلیطای شما. The gate number is on the bottom of the ticket. The gate number is on the bottom of the ticket. بچه اینم باز یه چند جمله هست که با هم دیگه مربوطه که من باز جدا کردم. Here are tickets. The gate number is on the bottom of the ticket. من اینا رو جدا جدا کردم که فهمش برای شما راحت تر باشه. شماره گیت تو انتهای بلیت
نوشته شده They will start boarding 20 minutes before the departure time. They will start boarding 20 minutes before the departure time. خب دیگه این اصطلاحات رو توضیح دادم، دوباره توضیح نمیدم. 20 دقیقه قبل از پرواز سوار شدن مسافران شروع میشه. You should report to gate C2 by then. You should report to gate C2 by then. خب ببینید بچه ها، اینجا ممکنه شما ترجمه میتونیم در واقع ترجمه کنیم، شما باید مثلا به گیت C2 گزارش بدی، اما ترجمه خودمونی ترش اینه که آقا تا اون زمان، یعنی تو اون 20 دقیقه باید اونجا حضور داشته باشی. C2 is down the hall. Thank you. C2 is down the hall. C2 یعنی اون گیت C2 که صحبتش رو میکردیم، انتهای سالانه. متشکرم. May I see your passport please. میتونم پاسپورت یا گذرنامه شما رو ببینن. Do you have anything to declare. ببینید خب ببینید بچه‌ها، وقتی که شما پیاده شدید، اون زمانی که میخواید، اولا که مرز رو تو زبان انگلیسی بهش میگیم custom, custom. خب اونجایی که میخوایی رچی، شما باید چیزایی که داری رو بگی. مثلا تو استرالیا رو غذا و اینا خیلی حساسن، یا مثلا میگه آقا شما چیز چرمی داری یا نداری، یا پول مثلا چقدر. دکلر یعنی اعلام کردن. آیا داخل چمدان خودت وسیله غیر مجازی دارید که به مأمور گمرک نشان بدهید؟ Which gate did you say it was? گفتید کدوم گیته؟ What was the gate number again؟ شماره گیت چند بود؟ یه بار دیگه میگی لطفاً. Can you point me towards the gate؟ میتونی اون گیت رو به من نشون بدی؟ بچه اینا شکل های مختلفی که وقتی تو فرودگاه هستید میتونید خواهش کنید که گیت رو به شما نشون بدن. How do I get to the gate again؟ چجوری میتونم برم به گیت دوباره؟ میشه بگی How do I get to gate C2؟ چجوری به گیت C2 برم؟ Where is gate C2؟ ببینید به شکل‌های مختلف داریم سوال می‌کنیم دیگه. گیت C2 کجاست؟ Please put your seat in the upright position. خب ببینید بچه‌ها، وقتی که هواپیما، ببخشید بچه‌ها من دیگه اینا رو هی توضیح میدم، خیلی از شما ممکنه که خب هواپیما سوار شدید، میدونید این داستان چه جوریه. بعضی ممکن سوار نشده باشن، یکی سوار شده باشه به این نکات دقت نکرده باشه، من براتون توضیح میدم. ببینید وقتی شما سوار هواپیما میشید، خب صندلیتون میتونید بخوابونید، درسته؟ منتها وقتی که هواپیما داره میپره، یعنی تیک آف میکنه، و زمانی که داره لندینگ انجام میشه یا هواپیما داره میشینه، صندلی شما باید تو وضعیت عادی خودش بشه. آپرایت پوزیشن اصطلاحا بهش میگن. لطفاً وضعیت صندلی خودتون تو وضعیت عمودی قرار بدید. Please fasten your seat belt. یعنی کمربند خودتون رو ببندید. There is no smoking on this plane. کلن سیگار کشیدن تو هواپیما ممنوع، هر مدلش، حتی سیگاره الکترونیک. Please turn off electronic devices. لطفاً دستگاه الکترونیک خودتونو. Place your luggage in the overhead compartments. یعنی چی؟ یعنی چمدون خودتونو تو محفظه هایی که بالا سرتون قرار داده تو هواپیما باید بذارید. Will we have turbulence. بچه turbulence یه دونه دیگه از اون اصطلاحات که معمولا اتفاق میفته، میگه چاله های هوایی. یعنی تو هواپیما که داری میری، یهو زیرت انگار خالی میشه. تو اون لحظه میگن که خب آقا ما یه turbulence الان داشتیم، یه چاله هوایی داشتیم. Can I have a cup of hot water. خب رفقا ببینید، شما اساسا تو هواپیما هر چیزی که میخواید به این شکل میتونید بگید. Can I have a, بعد از a هر چی دوست دارید میتونید بذارید. Can I have a blanket. Can I have a cup of hot water. Can I have a cup of tea. Can I have a cup of coffee. هر چی که دلتون میخواد بعد از این میتونید بذارید، که در واقع چی میشه؟ در واقع میشه میتونم یه فنجون آب گرم داشته باشم. Can I change my seat. میتونم جام و صندلیمو عوض کنم. Do you have earplugs. خب ببینید بچه ها، بعضی هستن که این صدایی که تو هواپیما میاد اذیتشون میکنه، یه چیزی داخل گوش میذارن، یه چیز پلاستیکی که اسلامش میگن earplug، که کمک میکنه که صدای هواپیما شما رو اذیت نکنه، گوشگیر. Can you help fasten my seat belt. میتونی به من کمک کنی که کمربند ایمایمو در واقع ببندم. What's that sign? اون علامت چیه؟ اون علامت معنیش چی میشه؟
What date would you like to depart? What date would you like to depart? خب ببینید بچه اینجا رفتیم سراغ اصطلاحی که برای خرید بلیط شما میتونید استفاده کنید. Depart یعنی چی؟ یعنی پرواز کردن. چه تاریخی میخواید حرکت کنید یا پرواز داشته باشید؟ What date would you like to change it to? What date would you like to change it to? میخوای این تاریخ رو به چه تاریخی تغییرش بدی؟ When do you want to depart? When do you want to depart? چه زمانی میخواید حرکت کنید؟ اینا بچه همش شکلهای مختلفی که میتونید راجع به پرواز کردن صحبت کنید دیگه. I would like to leave on June 22. I would like to leave on June 22. من دلم میخواد 22 جوان پرواز کنم. Is June 22 available? Is June 22nd? یا میتونیم بگیم 22 یا 22nd available. آیا پرواز برای 22 جوان موجود هست؟ Can you check if June 22nd is possible? Can you check if June 22nd is possible? میشه چک کنی ببینید که 22 جوان امکان پذیر هست. خلاصه هر جوری هست باید 22 جوان پرواز کنه بره. I was hoping to reserve a seat for June 22nd. I was hoping to reserve a seat for June 22nd. من امیدوار هستم که بتونم برای 22 جوان یه صندلی رزرو کنم. بچه اینا همش صحبت کردن راجع به تاریخ، اینکه آقا من تو این تاریخ میخوام بلیط بخرم. I'd like to reserve two seats to New York. I'd like to reserve two seats to New York. I'd like بچه میشه I would like to reserve two seats to New York. من دارم میخواد که دو صندلی برای نیویورک رزرو کنم. Will that be one way or round trip? Will that be one way or round trip? یعنی one way بچه یعنی چی؟ یعنی یه طرف. Round trip یعنی رفت و برگشت. یه حالا دیگه اسم دیگه که return هم هست. Return هم بهش میگن. میگه بیتش یه طرف هست یه رفت و برگشت. How much is round trip ticket? How much is a round trip ticket? هزینه بیلیت رفت و برگشت چقدر است؟ It's $819. Will you pay by check or by credit card? خب دوستان عزیز من، باز اینجا مجبورم یه چیز رو توضیح بدم که الان چک و کردیت کارت رو باید فرقش رو شما بگم. ببینید وقتی که شما توی سیستم مالی کلن خارج از ایران دو مدله. یه مدل در واقع این است که شما به صورت چک یا سیوینگ پرداخت میکنید، یه مدل هم کردیت کارته. چک وقتی شما پرداخت میکنید یا سیوینگ پرداخت میکنید، بچه اینا همش با کارت ها، با کارت. وقتی میگم چک، دست چک تو ذهنتون نیاد. یه کارت منتها اسم حسابی که دارید بهش میگن چک. پول تو اون حساب هست. وقتی شما این در واقع با چک یا ارزان بوجم سیوینگ یا حساب معمولی پرداخت می‌کنید، پول همون لحظه از حساب شما کم میشه. خب اما کردیت کارت چیه؟ کردیت کارت اینه که آقا میاد مثلا بانک به شما یه کردیتی میگه، میگه آقا تو $10,000 شما برو خرج کن هر چقدر دوست داری. خب منتها تو ظرف 55 روز اگر این پولو به من برگردوندی، من هیچ سودی ازت نمیگیرم. ولی اگه بعد 55 روز خواستی این پول از به من برگردونی، من بابت اون مثلا $10,000 که اومدی خرج کردی چیکار میکنم؟ یک سودی رو از تو دریافت میکنم. اینو پس فرق کردیت کارت با چکه. داره میگه که $819 میشه. میخواید با کارت اعتباری بدید یا با اون حسابی که خدمتتون گفتم. Here's my visa card. ببین ویزا کارت داریم، مستر کارت داریم، اسمای مختلفی دارن دیگه، درسته؟ Can we get an aisle seat please? داره میگه که این بفرمایید این کارت ویزای من، کارت اعتباری من، میتونم صندلی کنار راه رو داشته باشم. You can choose your seat when you check in. میگه you can choose your seat when you check in. وقتی که چک این کردی، موقع پذیرش، میتونی صندلی خودت رو انتخاب بکنی. I'd like to reserve two seats to New York. من میخوام که تو صندلی برای نیویورک رزرو کنم. Will that be one way or round trip? ببینید بچه دوباره اینم یک مکالمه است دیگه، درسته؟ میبینید جملاتش برام مربوطه، منتها من جدا کردم که فهمش برای شما راحت باشه. بلیط یه طرفه است یا بلیط دو طرفه میخوای؟ How much is a round trip ticket? بلیط رفت و برگشت هزینه‌اش چقدره؟ It's $819. Will you pay by check or by credit card که توضیح دادم خدمتتون. و How you can choose your seat when you check in. و شما میتونید که موقع پذیرش میتونید در واقع صندلی خودتون رو انتخاب کنید. بچه‌ها امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. شما عزیزان تو ویدیو بعد میبینمتون. موفق باشید.